لوئیس قرنولی پرونده های تجاوزگران رویداد پخمان را به دادگاه فرستاده است و از دادگاه می خواهد که به این تجاوزگران حکم اعدام صادر کند. گروهی از مردان مسلح در شام جمعه روز 31 ماه اسد چند موتر را استانیدند و پولها و زیورهای سرنشینان آن را ربودند و بر چهار زن که بر یک از این موترها بودند تجاوز کردند. رئیس جمهور کرزی میگوید که هرچند وی مخالف اعدام است، اما او میخواهد که تجاوزگران رویداد پغمان اعدام شوند. روزی که خبر شد و قماندان روز جمعه بود، قماندان امنیه و اینا آمده بودند، معین صاحب امنیتی وزیر صاحب داخله، برشان گفتم که اینها را میگیرین و گفتم که آرزوی مییس از قاضی القضات میخوام که به اینها حکم اعدام بده و انشاءالله تارک زود تطبیق شد. در همین حال لوئیس قرنولی پرونده رویداد پغمان را به دادگاه سپرد و از این دادگاه میخواهد که به تجاوزگران حکم اعدام صادر کند. در همین حال روز به روز به شمار دادخواهان قربانیان رویداد ولسوالی پغمان افزوده می شود. این صدای عدالت خواهی شماری از باشندگان ولایت خوست است که از گروه بزرگان قوم، فعالان مدنی و شماری از باشندگان ولایت خوست بیرون می شوند. د افغانستان د ټولو محاکمو نه د عدلي ارګانونو نه د دغه مجرمینو د اعدام غوښتنه کوو. افسوس د پارلمان وکیلانو، افسوس د علماو سرتسری شورا، افسوس نورو نه مدني نهادونو، چیرته یی تاسو؟ ولې نه راوځئ؟ ولې د خپل د مظلوم ملت غږ نه پورته کوئ؟ در ولایت ننګرهار نیز شماری از باشندگان این ولایت به جاده ها ریختند و خواهان کیفر مرگ به تجاوزگران رویداد پغمان هستند. د دغه اشخاصو په علني شکل باندې د اعدام غوښتنه کوو. په عموم کې موږ د عدالت غوښتونکي یو چې عدالت باید تامین شي. دغه وحشي ځناورو چې درې جرمه کړی دی، یو غلا ته چې څوک دي درې جرمه پیا وړي، قتل پیا وړي، زنا پیا وړي او غلا پیا وړي، نو د دې جزا اشد المجازات دی. پلیس کابل تا کنون 7 متهم به تجاوز بر 4 زن را بازداشت کرده است و 3 تن دیگرشان فرار کردند.